چطور میتونیم یه ماسک خونگی استاندارد درست کنیم؟ کدوم نوع پارچه بیشترین میزان محافظت از دهان بینی ما میکنن؟ اینا چند نمونه از سوالهایی که شما با هشتگ از ما بپرس برامون فرستادید. من نازنین معتمدی هستم، تهیه کننده برنامه 37 درجه و از قرنطینه خونگی. امروز همه سوالهای شما راجع به ماسک رو از دکتر سعید شهراز خواهیم پرسید. دکتر شهراز پزشک و پژوهشگر سیستم سلامت و بیماری‌های مزمن از سان فرانسیسکو هستند و تمام تحقیقات علمی که تا این لحظه در مورد ماسک چاپ شده رو برای این برنامه بررسی کردن. دکتر شهراز خیلی خوش اومدید به برنامه. خیلی متشکرم از شما و بینندگان و شنوندگان. یاسمن پرسیده که چی شد که دنیا رفت سراغ ماسک‌های خونگی؟ مگه نمیگفتن که محفظه هاش بزرگه و ویروس ها ازش عبور میکنن؟ تمام ماسک‌ها صرف نظر از نوعشون تا اندازه‌ای ویروس رو از خودشون عبور میدن و ماسک‌های خانگی محافظت کمتری ایجاد میکنن، ولی هنوز در واقع محافظت کافی، شاید بگیم نه، ولی محافظت نسبی ایجاد میکنن. وقتی که یک فردی سرفه میکنه، در این قطراتی که از دهان فرد بیرون میاد با یک سرعتی حدود 10 متر در ثانیه تا حدود 2 متر برد داره، با عدسه با حدود 50 متر در ثانیه حدود تا 10 متر برد داره و در حین صحبت کردن و با دم و بازدم معمولی تا حدود 1 تا 1.5 متر برد داره و همه انواع ماسک ها به هر حال جلوی تا اندازه ای حجم ویروسی که مبادله میشه بین دو طرف ماسک رو میگیرن. زهرا پرسیده آیا تحقیقی انجام شده که میزان تاثیرگذاری ماسک خونگی، ماسک N95 و ماسک جراحی رو با هم مقایسه کنه؟ تحقیقات الزاماً روی ویروس کرونا انجام نشده، چون این تحقیقات بسیار تحقیقات سختی است انجام بشه، اما در موارد مشابه اگر ما یک ذرات 10 میکرونی رو مثلا در نظر بگیریم، اگر 100 تا از این ذرات داشته باشیم در محیط، میزانی که انتقال پیدا میکنه از محیط به سمت در واقع دستگاه تنفسی ما، برای یک ماسک خانگی اگر از این 100 تا 33 تا باشه، برای ماسک جراحی 25 تا و برای ماسک در واقع N95 یا معادلش FFP2 یکیه. بنابراین میزان حفاظت ماسک 95 بسیار بالاتره. اما اگر نگاه کنیم ببینیم که این ماسک چقدر محافظت از طرف ما برای بقیه ایجاد میکنه، نگاه میکنیم که میبینیم که از همین 100 تا ذره‌ای که داریم، ماسک‌های خانگی 90 تاشو عبور میدن، بنابراین حفاظت برای دیگران کمتر هست. ماسک‌های جراحی 50 تا و حتی ماسک‌های 95 هم 30 تا رو عبور میدن. ممنون. شهرام پرسیده با توجه به امکانات موجود در روستا چطور میشه ماسک خانگی استاندارد رو تهیه کرد؟ جواب این سوال رو تو این ویدیو ببینید.
آیا تحقیقی انجام شده که نوع و جنس پارچه های مختلف رو برای ماسک مقایسه کنه؟ تحقیقات باز تو این زمینه خیلی زیاد نیست. دانشگاه استنفورد یکیش رو دقیقاً روی در واقع وبسایت خودش گذاشته. یک توافق نظری به نظر میرسه هست روی این که اگر از ماسک 95 بخوایم شروع بکنیم که بهترین میزان حفاظت رو میده، ماسکای جراحی در درجه بعد، ماسکایی که در خونه تهیه میشه اگر با پاکت جاروبرقی تهیه بشه به در واقع ماسک 95 خیلی نزدیک. فیلترهایی که در این پاکت‌های جاروبرقی هست به اصطلاح بهشون میگن فیلترهای هیپا که تقریبا مثل ماسکای جراحی عمل میکنه. کتان دولایه باز استاندارد کلی است که همه جا مطرح کردن، اما اگر از اینا بیایم پایین، روسری، ابریشم و غیره، واقعا میزان حفاظتش تقریبا نصف ماسکای جراحی و یه مقداری قابل توجهی کمتر از ماسکای کتان دولایه هست. ولی باز هر نوع در واقع سدی بهتر از اینه که سدی وجود نداشته باشه. دکتر شهراز، کیسه جاروبرقی اشاره کردید بهش. کیسه جاروبرقی رو به عنوان فیلتر باید داخل پارچه کتان بذارن یا از خود کیسه جاروبرقی ماسک درست کنن؟ حقیقتش من رفرنس مناسبی پیدا نکردم بخوام جواب این سوال رو بدم، اما به نظر میرسه اگر راحت باشه کسی بخواد امتحان بکنه که کیسه جاروبرقی رو خودش رو به شکل دولایه به طور مستقیم استفاده کنه برای درست کردن ماسک، اگر فیت خیلی خوبی داشته باشه، و به خصوص شما میدونید تو فیلمی هم که نشون دادید احتمالاً این هست که در واقع ماسک خوب یک پروتکشن خوبی رو میده از بالای بینی تا زیر چونه و به خصوص تا نزدیکای گوش و فیت خیلی محکمی داره، اگر بشه با پاکت جاروبرقی همچین امتحانی رو کرد به نظر میرسه میزان پروتکشنش بهتر از بقیه ماسکا باشه. ولی به عنوان فیلتر من شک دارم، به خاطر اینکه باز هم شستشوی در واقع اون فیلتر وسطی خیلی راحت نیست و ممکنه جرم یا ویروس اون وسطا بمونه، ولی من نمیتونم با قطع یقین بگم این رو. مرجان پرسیده ماسک‌های قابل شستشوی کتانی در بازار هست به همراه فیلتری که جداگانه داخلش گذاشته میشه، آیا میشه به جای فیلتر از چند لایه دستمال کاغذی استفاده کرد با توجه به اینکه فیلتراش به راحتی گیر نمیاد؟ حقیقتش اینه که در اکثر جاها و منابعی که شما نگاه میکنید کسی فیلتری در واقع استفاده نمیکنه برای ماسکای دولایه، همون دولایه هست، به راحتی شستشو میشه. یکی از مشکلات اینه که فیلتر یا دستمال کاغذی شما بخواید بذارید اینه که اینا قابلیت شستشوشون رو از دست میدن و ما نمیدونیم چه جرمی اون وسط گیر میکنه و در واقع خشک کردن و شستشوش سخت‌تره. توصیه من اینه که حدود 10 تا 5 تا ماسک آماده افراد داشته باشن، همیشه برای بیرون رفتن یک یا دو تا ماسک تمیز و خشک شده رو داشته باشن و برای شستشوش هم میتونن از شستشوی معمولی استفاده کنن، معمولا آب و صابون، یا میتونه این ویروس ها رو به بیرون هدایت کنه. حتی میشه بعد از یه شستشوی معمولی داخل ماشین اینا رو ریخت و دوباره خشکشون کرد و ازشون استفاده کرد. دستمال کاغذی به نظر میرسه که توصیه خوبی نیست. شادی گفته میشه در مورد استریل کردن و استفاده مجدد ماسکا و روش های صحیحش توضیح بدید؟ ببینید، به طور کلی استریل کردن مربوط به بیمارستان و مراکز درمانی است، نه مربوط به منازل. بنابراین استریل کردن انواع ماسک ممکنه به خود ماسک آسیب بزنه و در واقع اون ماسک رو از حیز انتفاع ساقط کنه. بنابراین چیزی که مهمه اینه که ما شستشو بدیم، هر دفعه که میایم ماسک رو سریع شستشو بشوریم، خشک کنیم و استفاده بکنیم. در مورد ماسک های N95 قضیه متفاوت هست، روش های استریل کردن متفاوتی هست در بیمارستان، مثل اتوکلاف کردنش با بخار آب اکسیژن و یا استفاده از یووی و غیره، ولی این روش های هیچ کدوم در مورد منزل توصیه نشده و توصیه هم نمیشه. یک دنیا ممنون. شما هم سوالات خودتون رو در مورد کرونا به پیامگیر تلگرام بی بی سی به آدرس @bbc شما برای ما بفرستید.